یک لحظه ترسی تو دلم بود که واقعا مثلا هیچ وقت همچین لحظه‌ای تو دلم نبوده، مثلا اونم که خلاصه آدم میره سوگم میکنه چه لحظه ترسی. ولی فکر میکنم از این ناشی میشد که آدم میدونه که دیگه بعد از این مرحله نمیتونه این قبل باشه، نمیتونه برای خودش آوانسایی توی مبارزه قائل باشه، که مثلا از یک سری چیزایی در مورد خودش چشم‌پوشی کنه، از اون چیزایی که بایستی قیمتشو بده عقب بشینه، از اون مسئولیتایی که خلاصه باهاش بهش قیام کنه و وظیفه‌شو به عنوان یک مجاهد خلق در مسیر مردم برای رسیدن آزادی مردم. دیگه میدونه که دیگه نمیشه مثل قبل بود، چون که گفتم سوگند اونم در مقابل رهبری و مسئول اول سازمان یک جایگاه فوق‌العاده‌ای داره که هر کس توی سازمان مجاهدی اینو خیلی بهتر از هر کس بیرون از سازمان مجاهدی میدونه. من مجاهد خلق فروغ شاه کرمی، مجاهد همچون خودش، حاضر حاضر حاضر. اون شب که سوگند میخوردن خواهران، اولین خواهری که گفت همچون خودش، دیدم که خواهر مریم تکثیر شدن. همچون خودش بین ما اشرفی ها یعنی مثل خواهر مریم بودن، یعنی ارزش خواهر مریم رو کسب کردن، یعنی هیچ مانع و سد و به رسمیت نشناختن و شکافنده بودن در دل تاریکترین و سیاهترین شبها. خواهر مریم یعنی الگوی فدا، الگوی پرداخت، یعنی پرداخت تمام عیار به حد اجسن تا اونجایی که ممکنه، تا اونجایی که شاید مثلا آدم، مثلا من خودم نمیتونستم بفهمم که واقعا تمام عیار همه چیزو گذاشتن یعنی چی، ولی خواهر مریم اینو اثبات کرد. مثلا همچون خودش هم فکر می‌کنم یعنی همون، یعنی اینکه تا آخرش تو هر چی توان داریم همه چیزمون رو بذاریم برای آزادی مردمون، برای سرنگونی این رژیم. تعهد میدم تا آخرین قطره خونم و تا آخرین نفسم در راه مجاهدین باقی بمونم و بردار خواهرم به تهران ببرم و دکو دندی رژیم رو خورد کنم. حاضر حاضر حاضر.